فصل پانزدهم. همین که صبح شد، سران کاهنان به اتفاق مشایخ و ملایان یهود و تمام اعضای شورا با عجله جلسه ای تشکیل دادند. آنها عیسی را با زنجیری بسته و به پیلاتوس تحویل دادند. پیلاتوس از او پرسید: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی جواب داد: همان است که میگویی. سران کاهنان اتهامات زیادی به او نسبت دادند. پیلاتوس باز از او پرسید: جوابی نداری؟ ببین چه اتهامات زیادی به تو نسبت میدهند. اما عیسی جوابی نداد، به طوری که باعث تعجب پیلاتوس شد. در هر عید فصح پیلاتوس بنا به خواهش مردم یک زندانی را آزاد می‌کرد. در آن زمان مردی معروف به برابا همراه با یاغیانی که در یک آشوب مرتکب قتل شده بودند در زندان بود. مردم پیش پیلاتوس رفتند و از او خواهش کردند که طبق معمول این کار را برایشان انجام دهد. پیلاتوس از ایشان پرسید: آیا می‌خواهید پادشاه یهود را برای شما آزاد کنم؟ چون او می‌دانست که سران کاهنان از روی حسد عیسی را تسلیم کردند. اما سران کاهنان مردم را تحریک کردند که از پیلاتوس بخواهند برابا را برایشان آزاد کند. پیلاتوس بار دیگر به ایشان گفت: پس با مردی که او را پادشاه یهودیان می‌نامید چه کنم؟ آنها در جواب با فریاد گفتند: مصلوبش کن. پیلاتوس پرسید: چرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ اما آنان شدیدتر فریاد می‌کردند: مصلوبش کن. پس پیلاتوس که مایل بود مردم را راضی نگه دارد، برابا را برای ایشان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه زده بسپارند تا مصلوب شود. سربازان عیسی را به داخل محوطه کاخ فرمانداری بردند و تمام گروهان را جمع کردند. آنها لباس ارغوانی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته روی سرش گذاشتند و به او ادای احترام کرده می گفتند: سلام ای پادشاه یهود. و با چوب بر سرش می زدند و به رویش آب دهان می انداختند. بعد پیش او زانو زده و تعظیم می کردند. وقتی استهزاها تمام شد، آنها لباس ارغوانی را از تنش در آورده و لباسهای خودش را به او پوشانیدند و او را بیرون بردند تا مصلوب کنند. آنان شخصی را به نام شمعون، اهل قیروان، پدر اسکندر و روفس که از صحرا به شهر می آمد و از آنجا می گذشت، مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند. آنها عیسی را به محلی به نام جلجتا که معنی آن محل کاسه سر است بردند. به او شرابی دادند که آمیخته به دارویی به نام مر بود، اما او آن را قبول نکرد. پس او را بر صلیب میخکوب کردند و لباسهایش را بین خود تقسیم نمودند و برای تعیین سهم هر یک قرعه انداختند. ساعت 9 صبح بود که او را مصلوب کردند. تقصیرنامه‌ای برایش به این مضمون نوشتند: پادشاه یهودیان. دو نفر راهزن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او. بدین طریق آن کلامی که میگوید از خطاکاران محسوب شد تحقق یافت. کسانی که از آنجا میگذشتند سرهایشان را تکان میدادند و با اهانت به عیسی میگفتند: ای کسی که میخواستی معبد را خراب کنی و در سه روز بسازی، حالا از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. همچنین سران کاهنان و ملایان یهود نیز او را مسخره می‌کردند و به یکدیگر می‌گفتند: دیگران را نجات می‌داد، اما نمی‌تواند خود را نجات دهد. حالا این مسیح پادشاه اسرائیل از صلیب پایین بیاید تا ما ببینیم و به او ایمان بیاوریم. کسانی هم که با او مصلوب شده بودند به او اهانت می‌کردند. در وقت ظهر تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا 3 ساعت ادامه داشت. در ساعت 3 بعد از ظهر عیسی با صدای بلند گفت:
ایلی، ایلی، لما سبقتنی، یعنی خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از حاضران وقتی این را شنیدن گفتند نگاه کنید، او الیاس را صدا می کند. یکی از آنها دوید و اسفنجی را از شراب ترشیده پر کرد و روی نی گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت بگذارید ببینیم آیا الیاس می آید او را پایین بیاورد؟ عیسی فریاد بلندی کشید و جان داد. پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا پایین دو تکه شد. سروانی که در مقابل او ایستاده بود وقتی چگونگی مرگ او را دید گفت حقیقتاً این مرد پسر خدا بود. در آنجا عده‌ای زن هم بودند که از دور نگاه می‌کردند و در بین آنها مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب کوچک و یوشا و سالومه دیده می‌شدند. این زنان وقتی عیسی در جلید بود به او گرویدند و او را کمک می‌کردند. بسیاری از زنان دیگر نیز همراه او به اورشلیم آمده بودند. غروب همان روز که روز تدارک یعنی پیش از روز سبت بود، یوسف از اهل رامه که یکی از اعضای محترم شورای یهود و در انتظار ظهور پادشاهی خدا بود، با کمال شهامت پیش پیلاتوس رفت و جسد عیسی را از او خواست. پیلاتوس باور نمی کرد که عیسی به این زودی مرده باشد. پس به دنبال سروانی که مأمور مصلوب کردن عیسی بود فرستاد و از او پرسید، آیا او به همین زودی مرد؟ وقتی پیلاتوس از جانب سروان اطمینان یافت به یوسف اجازه داد که جنازه را ببرد. یوسف کتان لطیفی خرید و جنازه عیسی را پایین آورد و در آن پیچید و در مقبره‌ای که از سنگ تراشیده شده بود قرار داد و سنگی جلوی در آن غلطانید. مریم مجدلیه و مریم مادر یوشا دیدند که عیسی کجا گذاشته شد.